بابک اسحاقی که امروز از صبح در واقع بیرون از ساختمانی که نشست خبری در آن برگزار شد همراه ما بود، باز هم همراه ماست. بابک، از نشست خبری رئیس جمهور آمریکا و نخست وزیر اسرائیل بیشتر توضیح بده، جزئیات از تو بشنویم. بله، پیش از این باید ببینید در پشت سر من که هتل که در اون این مصاحبه مطبوعاتی و این گفتگوها انجام شد تقریبا خالی شده و اتوبوس هایی که در پشت سر من هستند آرام آرام افراد وزارت خارجه، سفارت، کادرهای فنی و همه را در حال خروج هستند از اینجا. اما آنچه که حائز اهمیت هست آن هستش که یائیر لاپید نخست وزیر اسرائیل آنچه را که میخواست دیده بشه، آنچه را که میخواست بگوید و آنچه را که میخواست بشنود را شنید، دید و گفت. او بسیار مشتاق بود که تصاویر خودش را با جو بایدن به عنوان یک فرد که پست نخست وزیری را به عهده داره و مقتدر هست نشان داده بشه که در انتخابات 3 ماه آینده ممکن استش که این کالای بسیار با ارزشی در کمپین او باشه. او آنچه که مهم بود بگوید این بود که گزینه نظامی را باید به روی میز گذاشت برای جمهوری اسلامی ایران. او گفتش که برجام را به هر گونه نخواهد پذیرفت و اسرائیل مستقلانه عمل خواهد کرد. در رابطه با گفتگوها با عربستان سعودی و دیگر کشورها او گفتش که جو بایدن با مقامات کویت، قطر، عربستان سعودی دیدار خواهد کرد و او گفتش که به آنها پیام بدهید که اسرائیل دست دوستی خودش را برای همکاری، برای صلح به سوی شما دراز می کند. و آنچه که خواست بشنود از جو بایدن این بود که برجام همیشه ادامه نخواهد داشت، گفتگوها تا ابد ادامه نخواهد داشت، ایالات متحده به گفته جو بایدن در نیک و بد در کنار اسرائیل خواهد ماند، همکاری های نظامی، اقتصادی و علمی ادامه خواهد داشت. در کنار او بیانیه اورشلیم را هم هر دو امضا کردند، بیانیه که شاید مسائل عملی و پیمانهای نظامی و مالی در اون نبود، اما تأکید دیگر بر این بود که ایالات متحده در هر صورت متحد می شود که از امنیت اسرائیل دفاع بکنه و همکاری های نظامی، اقتصادی و علمی را با این کشور ادامه بده. ممنونم بابک از تو. بابک اسحاقی همکارم از اورشلیم.